بسم الله الرحمن الرحیم. سرخط مهمترین خبرهای امروز از افغانستان: جزئیات حملات هوایی طالبان بر موازی نیروهای مقاومت ملی در بدخشان، روند لتوکوب و کوچه اجباری هزارها در دایکندی و بهسود، و در ادامه این گزارش واکنش جبهه مقاومت ملی به باجدهی کشورها به طالبان. برای جزئیات بیشتر این گزارشات تا آخر بیننده باشید و برای تازه ترین خبرها کانال شهر نیوز را دنبال کنید. منابع از بدخشان گزارش می دهند که چرخبالهای طالبان بخش هایی از ولسوالی شهدای بدخشان را بمبارون کرده است. منابع محلی در بدخشان می گویند که چرخبالهای طالبان بخش هایی از ولسوالی شهدای این ولایت را بمبارون کرده است. منابع روز یک شنبه 22 اسد می گویند که درگیری های پراکنده از روز گذشته به این سو میان طالبان و نیروهای جبهه مقاومت ملی افغانستان در ولسوالی های شهدا، درایم و شیوه جریان دارد. منابع همچنان گفته است که طالبان از دو روز به این طرف به ولسوالی شهدا از زمین و هوا به منظور سرکوب نیروهای مقاومت ملی لشکرکشی کردند. منابع افزود است که صبح امروز دو چرخبال طالبان راستای پشیباب در ولسوالی شهدا را به هدف نشانه گرفتن سنگرهای افراد جبهه مقاومت ملی هدف قرار دادند که تلفات در پی نداشته است. طبق اظهارات منابع شب گذشته در دره خارسپان شهدا نیز درگیری پراکنده وجود داشته است که از تلفات آن تا کنون اطلاع درست در دست نیست. این منابع همچنان اضافه کردند که درگیری‌ها در شیوه بدخشان میان طالبان صورت گرفته است که به دلیل قطع شبکات ارتباطی جزئیاتی از این درگیری در دسترس نیست. یک منبع دیگر نیز می‌گوید که طالبان ادعا کردند که در حمله هوایی در شهدا به مقاومتگران تلفات وارد کردند که هنوز رقم دقیق آن روشن نیست. منابع علاوه کردند که طالبان از چندین ولسوالی نیرو جمع‌آوری کردند تا کار نیروهای جبهه مقاومت ملی را در ولسوالی شهدای بدخشان که از مراکز عمده این جبهه محسوب میشوند یک طرفه کند. باید افزود که جبهه مقاومت ملی و طالبان به گونه رسمی در این مورد چیزی نگفته است. این در حالی است که دوشنبه شب 16 اسد در پی درگیری طالبان با نیروهای جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود در این ولایت 4 طالب کشته و 7 طالب دیگر زخمی شده است. و یک گزارش دیگر این که جبهه مقاومت ملی افغانستان میگوید باجدهی کشورها به طالبان هنوز هم ادامه دارد. جبهه مقاومت ملی افغانستان به مناسبت 15 اگست دومین سال روز تسلط دوباره طالبان بر افغانستان میگویند که برغم درخواست های برحق افغانان از سوی جامعه جهانی، اما هنوز تلاش ها با شیوه باجدهی به گروه طالبان ادامه دارد. در اعلامیه این جبهه آمده است که چگونه ممکن است چشم خود را در برابر جنایات آشکار روزانه طالبان در داخل افغانستان بست و با آگاهی کامل از وضعیت جاری و با وجود گزارش‌های پیهم سازمان ملل و نهادهای مختلف حقوق بشری بین المللی که از جنایات طالبان پرده می‌بردارند، ساز تعامل سر داد. جبهه مقاومت ملی از دومین سال فعالیت این جبهه نیز یاد کرده و گفته است که آغاز مقاومت فراگیر مسلحانه و استادگی مدنی به هدف مبارزه در برابر حاکمیت نامشروع رژیم طالبان آغاز شده است. در اعلامیه این جبهه افزوده شده است که این جبهه در دو سال گذشته در ساحه نظامی و سیاسی دستاوردهای بزرگی داشته است. و یک گزارش دیگر این که کوچی ها در بهسود میدان وردک 5 مرد هزاره را لتوکوب کردند. کوچی ها در ولسوالی حصه دوم بهسود ولایت میدان وردک دستی کم 5 نفر از ساکنان بومی این ولسوالی را لتوکوب کردند. یکی از کسانی که مورد لتوکوب قرار گرفته گزارش داده است که هفته گذشته هنگامی که با 15 نفر از کشاورزان مصروف پاککاری جوی آسیاب بوده، حدود 60 مرد و زن کوچی بالای آنها هجوم بردند. باید افزود که این حمله روز دوشنبه هفته گذشته صورت گرفته است. این مرد اضافه کرده است که شماری از کشاورزان موفق به فرار شدند، اما او و 4 نفر دیگر را کوچی ها بازداشت و لتوکوب کردند. مرد هزاره که توسط کوچی ها لتوکوب شده میگوید که مردان کوچی مسلح بودند و افزون بر تیراندازی به طرف کشاورزان هزاره سنگ نیز پرتاب میکردند. و گفته او در جریان این زد و خورد یک مرد کوچی به گناه اشتباهی توسط خود کوچی ها به ضرب سنگ از ناحیه سر زخمی شده، اما کوچی ها دیه زخمی شدن این مرد را از ساکنان محل گرفته است. و یک گزارش دیگر این که هزارهای ولسوالی خاص اورزگان در معرض کوچ اجباری قرار دارند. با
باشندگان منطقه هزارنشین جوینه و ولسوالی خاص اورزگان از آنچه آزار و اذیت سیستماتیک و هدفمند و بدرفتاری می دانند شاکی هستند و می گویند که در معرض کوچ اجباری قرار دارند. یک از باشندگان منطقه جوینه در پیام بر روزنامه اطلاعاتی روز نوشته است که در تازه ترین مورد شنبه شب 31 اسد افراد درختان میوه‌دار باشندگان جوینه را قطع کرده و گفته منبع حدود 390 درخت قطع شده است. منابع گفتند که عاملان قطع درختان افراد از قبیله کوتازه قوم پشتون هستند که در مجاورت منطقه جوینه زندگی می کنند. با این حال مسئولان محلی طالبان در ولایت اورزگان تاکنون در این زمینه هیچ چیزی نگفته است. منابع همچنان گفته است که دزدی و غارت اموال مردم جوینه هم به اوج خود رسیده است و گفته او حتی حیوانات آنها در روز روشن گم می شوند. همچنین منبع اضافه کرده است که خرمانهای باشندگان منطقه جوینه نیز به آتش کشیده شده. منبع از مردی به نام غلام نبی نام برده که به گفته او خرمنش به آتش کشیده شده است. منابع همچنان گفته است که تعدادی از باشندگان منطقه جوینه زخمی ولت و کوب نشدند که شامل اسدالله ولت ناصر، سید محمد شاه ولت سید عاقل، خالد ولت ابراهیم، روح الله ولت میرزا می باشند. منابع آزار و اذیت و قتل باشندگان این منطقه هزارنشین ولسوالی خاص اورزگان را ناشی از تنش قومی می دانند و می گویند که اعضای قوم پشتون دست به چنین کاری می زنند. بیننده های محترم کانال شهر نیوز، نظر شما در مورد خبرهای مهم امروز از افغانستان چیست؟ نظر خیش را در کامنت های همین گزارش با همه به اشتراک بگذارید. تشکر از اینکه تا آخرین گزارش با ما همراه بودید. تا یک گزارش دیگر، خدا نگهدار.